با دوستم حدیث تو صف برای گرفتن ساندویچمون چمون بودیم که ملکه سر و کلش پیدا شد. هی کجا میری؟ صف این وریه ها. ما نیم ساعت اینجا وایسادیم. تشریف بیار برو آخر صف وایسا. چی؟ چی میگی پشمک؟ بیام پشت سر تو وایسم من کل این مدرسه رو رو انگشتم میچرخونم دختری ایک بیری. سلام من نیکام و اون دختری نانور لوس هم اسمش ملکه است نه ترس بابا جلوه نمیشنوه ها خوب داشتم میگفتم خفن ترین و مشهورترین دختر مدرسه است ملکه همیشم همین جوریه همیشه فکر میکنه که بهترینه و هر کیم هم خوشش نیاد و اذیت میکنه و البته اون هر کس هم منو بهترین دوستم حدیث هستی بریم اومدم اومدم خب داشتم میگفتم حالا چرا از ما بدش میاد؟ چون من جز به بچه مثبت و درس کلاس هستم و و منم یکم توپولی هستم و هی میاد ما رو مسخره میکنه اقده ای من و حدیث هر روز که می مدرسه استرس داشتیم و سعی میکردیم با ملکه هرچی کمتر رو برو بشیم تا یه وقت اذیتمون نکنه خلاصه زندگی تو مدرسه برام جهنم شده بود تا اینکه یک روز سر کلاس درس بودیم که مدیر اومد و ما رو با یه دانش آموز جدید آشنا کرد فوی تیپش خیلی خفن و گنگ بودش سلام به همه امروز یه دانش آموز جدید داریم لینا که تازه به این مدرسه منتقل شده حدیث نیکا ازتون میخوام که هوای دوست جدیدتون رو داشته باشید و یک هم با مدرسه آشناش کنید خلاصه موقع ناهار شد و ما هر سه با هم به کافتریای مدرسه رفتیم و اونجا مشغول حرف زدن شدیم که ملکه دوباره پیدا شد اوف چقدر چندش غذا میخوری داری با ملچ ملچات میری رو اصاب نکن از اتیوپی منتقل شدی این مدرسه گشن خانم <تصفيق> <تصفيق> خیلی تاثیرگذار گذار و خنده دار بود حرفات. <T2> <harmonic> حالا برو بشین سر جات به کار خودت برس من و دوستم داشتیم حرفای خصوصی میزدیم هر وقت دلقک نیاز داشتیم میام صدات میکنم تا بیا یکم ما رو بخندونی چطوره؟ وای وای نگم براتون ملکه نابود شد داغون شد یعنی ترجیح تا از این زایه تر نشده ول کنه بره وقتی ملکه رفتش من و حدیث خیلی ذوق کردیم و هیجان زده شدیم و برای لینا خلاصه ای از بلاهایی که ملکه سرمونو ورده بود و گفتیم مثل اینکه خیلی به این دختر رو داده بودیم میخوایم بهش یه درس عبرت حسابی بدیم؟ فا یا خدا نه من که اصلا مثل تو جورتشو ندارم چرا نداری؟ اگه جوابشو ندیم و بذاریم هر جور دلش میخواد با ما رفتار کنه هیچ وقت دست از کارایی بد جنسانش بر نمیداره. خلاصه لینا حرف زد و من قانه کرد که در برابر رفتارهای ملکه سکوت نکنم ولی خب حدیثیات جورت نداشت و از اینکه بخواد با ملکه در بیفته می ترسید. بله، حدیث اعلام کرد که تو این نقشه با ما نیست. ولی من با نقشه لینا موافقت کردم و از اون به بعد هم من و لینا همدیگر رو زیاد میدیدیم. با همم هم یه نقشه حسابی کشیدیم تا ملکه رو سر جاش بشونیم. خلاصه بعد از یه هفته بالاخره تونستیم نقشمون رو عملی کنیم لینا از تو دستشویی مکالمه ملکه و دوستاش رو با هم شنیده بود که گویا قرار بود به زودی وقتی مامانشینا میرن سفر یه پارتی تو خونشون داشته باشه خلاصه وقتی اینو فهمیدیم روز پارتی یواشی رفتیم خونه یه ملکه و یه عالم موش گنده رو ریختیم وسط پارتیش همه فرار کردن و خلاصه اوضایی شده بود همون موقع هم زنگ زدیم پلیس و علکی گفتیم همسایه لینا اینا هستیم و از سر و صدای زیاد توی خونشون شکایت کردیم یه کم بعد پلیس هم رسید و به ملکه تذکر جدی دادن که پارتیشو تموم کنه وقتی مامان بابای ملکه فهمیدن حسابی عصبانی شدن از دستش من و لیلا از این ماجرا خیلی دلمون خنک شد بعدشم با هم بیشتر از قبل دوست و صمیمی شدیم حتی بیرون مدرسه هم قرار میذاشتیم البته دیگه کمتر حدیث هم هم میدیدیم خب آخه اون خودش نخواست تو این جریان با ما همکاری کنه دیگه تا اینکه یک روز داری می میکنی حدیث؟ دیوونه شدی؟ چرا با اون مارموز میگردی آخه؟ برو بابا برو با همون لینا رفیق فابت بگرد لازم نکرده به من بگی با کی دوست شم با کی دشمن هر کار دلم خواست میکنم حدیث رفت و بعد از اون روز هم دیگه با من حرف نزد تا اینکه یه روز خانم مدیر اومد و گفت که قرار یکی از دانش آموزها رو برای سخنرانی توی یه کنفرانس علمی مهم دعوت کنه. خب البته هیچ کس حوصله اینجور چیزا رو نداشت به جز من بچه درس خون. آخه با این کنفرانس شانس پذیرشم تو دانشگاهی که میخواستم برم خیلی بالا میرفت. هرچند ملک خانم اومد از ام تو لحظه آخر برای اون کنفرانس اسمشو نوشت آه واقعا خیلی نونار بود آخه من میدونم که اون اصلا از اون کنفرانس و اینا سر در نمیاره فقط میخواست لج منو در بیاره خانم معلم از هر دوی ما خواست که یه مقاله بنویسیم و کسی که مقالش انتخاب میشد میتونست به کنفرانس بره منم تمام ذهن و توانم و گذاشتم و نشستم پای نوشتن اون مقاله میخواستم حتما قبول بشم یه روز قبل از مهلت تحویل مقاله تو کتاب خونه نشسته بودم که نیکا میشه یکم با هم صحبت کنیم؟ آره البته راستش میخواستم ازت معذرت بخوام آخه تو خیلی با لینا میگردی منو تنها گذاشتی واسه همین ناراحت شدم وای معلومه بابا بین دوستا اینجور چیزا پیش میاد دیگه خلاصه من و حدیث بزرگ و شوق گرم صحبت بودیم که ناگهان حدیث حواسش نبود و یه لیوان آب ریخت رو لپتاپ من خب به نظرتون چی میشه؟ چه بلایی سر مقالم میاد؟ حتما تو قسمت بعد ببینید که خیلی هیجان انگیزه Love you!